د ملي وحدت حکومت مشرانو تیر دوه کلونه د سیاسي اختلافونو په لړ کې تیر کړی دي. د ملي وحدت حکومت مشرانو تیر دوه کلونه د قدرت دی ویش، د برېښنایي تذکیرو د ویش، همدارنګه د لوی جرګې دایرې دل او په اساسي قانون کې تعدیل هغه جدي موارد وو چې دوی ورباندې جدي اختلافونه درلودل. یو شمېر خلک او کارپوهان وایي چې په تیر دوه کلونو کې د ملي وحدت حکومت مشرانو ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي دي. سلام او وخت په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی بشیر بیژن، د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی مولانا فرید، د اولشیر کې غړي ډاکټر ګلالی صافی، همدارنګه د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عبدالله فیضی. ټول ستړي مشئ، بس بخیر راغلی بیژن صاحب. اگه بحث با شما آغاز کنم، میپذیرین که واقعا رهبران حکومت و وحدت ملی در طی دو سال گذشته فرصت های زیادی را از دست داده باشن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام برای شما، برای دوستای شریک در بحث و مردم نجیب افغانستان. خب زمان زمامداری رئیس جمهور پیشین آقای حامد کرزی، فساد، فقر، بیکاری، ظلم، استبداد، بیعدالتی واقعا در حدی رسیده بود که به نظرم نیاز به تبصره نداره، همه میدانن. مردم افغانستان از فرط بیچارگی امید بستن به عوام فریبی های آقایان غنی و عبدالله در جریان مبارزات انتخاباتیشان، آنچه که اینها مطرح کردن به مردم و مردم هم به دلایل متعدد به اینا رأی دادن. آنچه توطئه‌ای که ترسیم شده بود برای انتخابات، خب خوشبختانه او توطئه خونسا شد، افغانستان از رفتن به تبایی نجات پیدا کرد. اما پس از او حکومت وحدت ملی بنیادش گذاشته شد که بازم همین مردم با صدها امید به این آدرس نگاه میکردن. مردم فکر میکرد که آقایان غنی و عبدالله این بار حداقل بر آرزوهای مردم این سرزمین تمکین بکنن و یک مقدار در برابر خواسته های مردم افغانستان صادقانه برخورد بکنن. متاسفانه همه انتظارات، همه آرزوها نقش بر آب و نتیجه معکوس واقع شد. همه مصیبت هایی که بود به مراتب با گذشت هر روز در زمامداری آقایان غنی و عبدالله افزوده شد، چه فقر و بیکاری و ناامنی و فساد و ظلم و استبداد و بیعدالتی. و به همین شکل همیشه و پیوسته افغانستان در تیرس نگاه های شوم و پلید پاکستان و ایران به سر می برد که در دو سال پسین به دلایل متعدد برای ادامه توطئه ها و جنایات اینا همچنان احساس میشه که به نوعی بسترسازی شد. دامنه حضور دهشت افگنان مزدور گسترش پیدا کرد که امروز ما شما میبینیم همه افغانستان. شما چیزی اشاره کردین که توطئه انتخاباتی خونسا شد. این توطئه انتخاباتی از سوی کی تروریستی شده بود که خونسا شد و چی گونه توطئه؟ پیش از اینکه انتخابات ریاست جمهوری آغاز شود، ما با مردم افغانستان بارها حتی از تریبیون شما هم آگاهی دهی کرده بودیم که نسبت به انتخابات اراده شوم و خصمانه وجود داره و برنامه های احساس میشه برای بردن افغانستان در یک بحران بسیار زیاد خطرناک. از سوی کی؟ در رأس آقای کرزی قرار داشت و حلقات مرتبط با او، چی در داخل نظام چی در بیرون نظام. طبیعتا شما وقتی محتوای او توطئه را مرور بکنین، بررسی بکنین، و به بسیار سادگی معتقد میشین که همه علاقات در او توطئه شامل بود، هم علاقاتی که در رأس قدرت قرار داشت، هم علاقات فاسد و مافیایی، هم جاسوس ها مزدوران ایران و پاکستان در این توطئه اشتراک داشتن. و واقعیت هم که ما بسیار زیاد به شدت نگران بودیم.
آنچه که ما پی برده بودیم اگر او توطی عملی میشد شاید افغانستان بله. آقای بیژن اگر شما می دمی پذیریم که واقعا دو رهبر حکومت وحدت ملی در طی دو سال گذشته فرصت ها را از دست دادن، کدام فرصت هاست که اینا از دست دادن در طی دو سال و امی اختلافات سبب شده باشه که فرصت ها را اینا از دست داده باشن؟ این فهرست بسیار طولانی است، اما مختصرش آنچه که ما تجربه و مردم هم او را میپذیرند، عدم حضور شخصیت های با اعتبار و تندوست پاک و صادق در مجموع زمامداری رئیس جمهور پیشین آقای آمده کرزی، این کشور را تا مرز تباهی سوق دادند. برخورد آقای غنی و عبدالله از زمان حضورشان در قدرت، همون رفتار آقای کرزی یک بار دیگه تکرار شد. آقای کرزی هم با شخصیت های اینچنینی، یعنی وطن پرست و پاک و نیکنام، به شدت تبعیض، تعصب و دشمنی داشت. آقای غنی و آقای عبدالله همی تبعیض و همی تعصب به شدت افزایش دادن، یعنی هر دو تا فقط و فقط مشغول جغرافیای بسیار کوچک خانواده هایشان و کمپاینرهایشان شدن. این موردی بود که باعث افزایش زخم و درد در پیکر ای سرزمین شد و همه امیدها را به یأس تبدیل کرد. عدم اتخاذ موقف بسیار روشن در برابر دشمنان افغانستان، بازم برخورد با جبن و ترس در برابر پاکستان، ایران، گروه های دهشت افغان، گروه های مزدور، اینها هم فرصت های دیگه بود که متاسفانه از دست ما رفت. اما چیزایی که شما به نیز فرصت اشاره کردین، یکی از دستاوردهای بزرگ خود حکومت وحدت ملی امیر میدانه که دشمن تعریف کرده، در مقابل کشورهای همسایه به خصوص پاکستان یک موقف واضح و روشن دارن و به باور از اینا که پاکستان توانستن تا به انزوا بکشانن. نه، متاسفانه این گونه برخورد صادقانه نیست. ما فرصت های طلایی را در قضیه با پاکستان زیر نام مذاکرات مچم سوات و مذاکرات چهار جانبه و دو جانبه به صورت بسیار پوچ ما فرصت ها را از دست دادیم. باید وقتی ما قضاوت میکنیم حوزه قضاوت ما بسیار علمی باشه و بسیار منطقی. آقایان غنی و عبدالله بیاین پاسخ بگوین به کدام حق اینا دو سال تمام فرصت های بسیار طلایی را اینا زیر ریش پاکستان از دست دادن برای مذاکرات نمیفهم مری و مذاکرات چهار جانبه و اینا نتیجهش چی بود؟ این آنچه که اینها فعلا در برابر پاکستان میگه، این مسئول اراده و ذهن نه آقای غنی است نه از آقای عبدالله است. خوشبختانه در برابر پاکستان ملت افغانستان، مردم افغانستان اجماع واحد ملی دارن. اون اجماع اینا را وادار ساخت که اینا حداقل در این روزای پسین با از دست دادن فرصت‌های بسیار طولانی و استثنایی اینا در یک موقف قرار بگیرن که حداقل با موضوعات دیگه شون بحث میکنم. دکتر سپ صفی تاسو خبر سره موافق یا چه تیر دو کلونو که د ملي وحدت حکومت مشرانو تلای چانسونه له لاسه ورکړي دي او دو کلونو دوی په دغه اختلافات باندې تیر کړل چې مخکې ما په شروع کې یادونه وکړه. ورنه بسم الله الرحمن الرحیم د محترم رونو په اجازه اول خپل احترامات ته ستاسو لیدونکو او ملمنو ته وړاندې کوم. معلوم در داسې چې لیدل کیږي دا خو دوی لمر په دوه ګوتو نه پټیږي. یو سلسله مشکلات په دې دوه کالو کې موجود و چې موږ دا مشکلات زیاتره دې ته یعنی ورته سبب پیدا ګورو چې بعضې په دوه ګروپونو کې چې دواړه ګروپه د انتخاباتو آغا کشمکشو د اثر شدی دوړه مخالف گروپونه یو زکیږي او دا یو آسان خبر نه دی، یو آسان حکومت نه دی چې موږ وایو چې دغه غنن حکومت شروع کوه هغه شی چې په کاغذ ولیکل شو همدا رقم به مخکې ځي. متاسفانه د دواړو ټیمو تر شاوخوا کې داسې خل دي چې هغې خپله مغرضانه کارونه کوي او حتی په خپل رهبرانو باندې فشارونه واردوي چې د هغې د زړه کارونه وشي چې حتی خپل رهبران همغه څوک چې په راس کې دی هغه داسې کارو ته مجبوروي چې ولاو د هغې په ذوق هم نه اوسیږي. موږ دا واضح دی چې بعضې فرصتونه د لاسه ورکړل شو، اما دا هم واقعیت دی چې په دې دوه کالو کې موږ یو سلسله لاسته راوړنې لرو چې دا لاسته راوړنې باید سترګې پې پټې نه کړو. اولین ځل په نړۍ کې دا اثباتېږي چې
حتی مثلا هغه ایواد چې امریکا یې په درس کې دی، چې همیشه د پاکستان ډېر ښه متحد دی، او تر اوسه پورې متاسفانه د مور میری چلند د افغانستان سره کوو. په مبارزه کې افغانستان صادق و د تروریزم په مقابل کې، هغه مبارزه چې افغانستان د تروریزم په مقابل کې کړې هغه پاکستان نه ده کړې. په دې 15 کالو کې د خبره ثبوت وه، متاسفانه دوی خپلې سترګې پټولې، چې په دې اواخرو کې دوی خپله قانع کېږي او وایي حتی په سنا کې یادیږي چې پاکستان خپل مبارزه کې صادق نه دی. د دغې نه صداقت څنګه ثبوت شو معلومدار د دغه هیواد د سیاسي حرکتو او د سیاسي بحثونو په یعنی په نتیجه کې چې دوی وشو کولی دغه 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 نړۍ ته ثبوت کړي چې واقعا په دغه مبارزه کې پاکستان صادق نه دی، او هغه وعدې چې خپل هغه متحدینو سره یې درلودل، چې خصوصا انګلیس او امریکا د پاکستان ډېر ښه متحد دی، چې همیشه یې هغې موږ نه هغې ته ترجیح ورکوله تر اوسه پورې، او متاسفانه نور هم دوام لري. اقلا دې ته یې وشو کولی په اثبات ورسوي چې دغه مبارزه چې د تروریزم سره تاسې ته ستاسې خپل متحد وعده ورکړې دی، خپل په مبارزه کې صادق نه دي. زه فکر کوم دا یو لویه لاسته راوړنه ده، خصوصا په دې دوه کالو کې خارجي سیاست د افغانستان ډېر تغییر وکړ، او موږ ښه لاسته راوړنې لرو. چې تیر دوه کالونه دوی په چار جانبه او سي جانبه ناست باندې تیر کله لاسته راوړنه نه لري. نه، زه وایم چې اره لاسته راوړنه د یو عمل په نتیجه کې کیږي. که موږ مذاکره ونه کړو موږ نتیجې ته نه پوهېږو. موږ دغې په مخکې مثلا قضاوت کول چې مثلا زه هېڅ بله لاره نه سنجوم او راځم جنګ کوم، دا فکر کوم د افغانستان په تاوان کې نو. همدغه مذاکراتو د همدغه خبرو اترو په ترڅ کې معلومیږي چې څونه ستا مقابل لوری خپل تعهدات پزایي او څونه یعنی دروغ سیاست تاسره چلی. د همدغه مذاکراتو په نتیجه کې په ترڅ کې موږ په دې نتیجه ورسېدلو چې دغه مملکت دغه هېواد چې هم نړیوالو ته یو تعهد ورکړی دی، خپل تعهد ته صادق دی، او زموږ مذاکراتو کې صادق دی، او همدغه ثبوت د دغه خبرو و چې بالاخره اوس په نړۍ کې پاکستان د یو غلط سیاست چلند چلولو په سیاست کې مشهور شوی دی. اوس مثلا نه یوازې افغانستان د دې غلط سیاست نه ازرار ورته رسېدلی دی، تاسې ګورئ چې په منطقه کې تروریزم څنګه رشد کوي، او موږ او تاسې ټول شاهد یاست. هر افغان وګړی څه چې د ښار وګړی دی، څه د کلو باندونه پوهېږي چې دغه تروریزم په هېڅ کلي کې د افغانستان کوم مکتب تاسې به فکر نه کوم څراغ ولري چې هلته تروریزم تربیه شي او یا هغې ته مکتبونه جوړ شي. زه خپل په ولایت کې کولای شم ووایم، په نږدې ولایتو کې چې ماته ګاونډیان دي، هلته زه ویلی شم چې موږ داسې یو ادرس نه لرو چې څوک ورته موږ ته ووایي چې دغه مدرسه کې موږ دونه ځانمرګي تربیه کړي، یا دونه تروریستان تربیه کړي، او دونه د سلا د استفادې مکتب یا تدریس ورکړی دی. نو دا ټول ثابتېږي چې زموږ په ګاونډي هېوادو کې کېږي، چې خصوصا په دې کې اوس فعلا پاکستان لومړی متهم دی، او متاسفانه موږ هم اورو چې زموږ بل ګاونډی غربي ګاونډی چې ایران دی، هغه هم مادي مرستې دې خلکو سره کوي. نو زه فکر کوم دا یو لویه لاسته راوړنه ده چې موږ وشو کولای په دغه دوه کالو کې، یعنې د دې تر څنګ ستاسو باندې چې فرصتونه دوی له لاسه ورکړي دي، دا یې لاسته راوړنې معلومدار فرصتونه هم زه فکر کوم چې د شرایطو په اثر تاسو ګورئ چې د اساکرو د وتلو سره زموږ جنګ تشدیدېږي، زموږ ټول بوج د جنګ په افغاني لوري باندې ایښودل کېږي، دوی د دې سره مبارزه کوي په خپله، یعنې دا خبره مانا چې دوی اختلافات نه لرلی او دومره شدید اختلافات نه وایي اوس به ډېر لاسته راوړنې دا یو حقیقت دی. که دغه اختلافات موجود نه دا که یو سوچه حکومت وای چې ټول په یو نظر وای، شاید موږ ډېر ښه مخکې تللي وای. متاسفانه دغه مختلف نظرونه یا اختلافات چې موجود دي، د خپل کولای شي چې هغه لارې نه چې څوک ځي د هغې انرژي په بله لاره باندې مصرف شي. مثلا که موږ دغه منفي انرژي نه وای مصرفېدلې، د مثبته لاره باندې مصرف شوی، شاید موږ ښه اقتصادي پرمختګونه کړي وای. بیا هم زه وایم چې ناخوالې شته، مګر فرصتونه د لاسه ورکړي، په څنګه مګر د دې فرصتونو مثبت نتیجه ما اخیستې. مګر کولای شو ډېر مثالونه ووایو، نه یوازې کله کله افغانستان کې مونږ یو شی ډېر خوښېږي چې یو لوټه کې دي په اوبو کې تیر شو، هغه خلک ډېر خوشحاله دي چې زر د اوبو نه تیر شي، اما دغه اساسي ګامونه چې ایښودل کېږي د دې نتیجه نن سبا لیدل کېږي نه. معمولا د لویو اساسي بنسټونو چې ایښودل کېږي د دې نتیجه موږ کولای شو چې په کلونو کلونو کې چې دا حکومت اساسي او لوی بنسټونو لپاره کار کړی یا کوي، ولې نه؟ زه کولای شم چې هغه اړیکې چې مثلا د چین سره ډېرې ښه شوي دي، دا د
وریکمو دلار یعنی آغاز د چوس مګاولین شاید د دیو چاولین ترند چین ناراضی په څوراز په ډیر وخت لګ وخت کې د ایراتانو تر رسیدي تر لند د می روسه بیرته راګرځم. مولانا صاحب، یکی از مشکلات اساسی گفته میشه که رهبران حکومت وحدت ملی داشتن تقسیم قدرت بود. گفته میشه که هنوز هم مشکلات یا اختلافات سیاسی بر سر تقسیم قدرت به پایان نرسیده و هنوز هم این اختلافات ادامه داره. ادامه از اختلافات، آیا فکر میکنید که فرصتهای دیگر را از دست خواهد داد اینا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان محترم و حاضرین در میز. شکی نیست که اختلافات در داخل یک نظام، حتی در داخل یک فامیل، باعث از این میشد اهدافی را که انسان از قبل تعیین میکند به خاطر وجود اختلاف با اهداف نتواند برسد. اما بدبختی در افغانستان ایست که ما اختلاف از زمانی به اختلافات میریم بعد از اینکه سر یک موضوع توافق میکنیم. ببینید، ما زمانی که حکومت وحدت ملی ایجاد شد بر اساس یک توافقنامه سیاسی بین دو گروه بگویم یا بین دو تیم بگویم یا بین دو شخص بگویم، به میان جیگری هر کسی که بود توافق صورت گرفت که چه کارهایی را باید حکومت وحدت ملی انجام بده. ببینین، اینجا ما زمانی که از تعهدات خود عدول میکنیم، ما چیزی را که توافق کردیم روی از او اختلاف میکنیم، واقعا بسیار دردآور است. چرا از قبل ما توافق کردیم که مسائل انجام میتیم، این کارا را به پیش میبریم و ما به خاطر منافع افغانستان کار میکنیم. موضوعاتی که در توافق نامه آمده فکر کنیم هیچ کدامش هم و بار دیگرم با شما در این میز عرض کردیم، بله، خواستای شخصی یک جناح، یک تیم، یک گروه نبوده. اصلاحات نظام انتخاباتی که ما ضربه خوردیم از این وضعیت، فعلا حکومتی که داریم، در حکومتی که فعلا داریم و هر کدام ما بالاش انتقاد میکنیم و میگویم که اختلاف وجود دارد، در نتیجه مدیریت ناسالم یک انتخاباتی بود که گفته بیژنس به افغانستان رفته بود به قرقرهای سقوط. ببینین، بنان یک از توافقات همیست که باید اصلاحات انتخاباتی صورت میگرفت. متاسفانه امروز ما با جایزی که فرمان تقنینی به خاطر اصلاحات صادر میکنیم، باید امروز ما انتخابات ولسی جرگ را برگزار میکردیم. امروز ما باید لوی جرگی قانون اساسی را تعدیلی سه برگزار میکردیم. بله، یا ما گفتیم توزیع تذکره الکترونیکی، این چه موضوع اختلاف است؟ یک چیز است که پارلمان افغانستان پاس کرده، رئیس جمهور محترم افغانستان را توشیه کرده. ولی اینمی که عملی نمیشه معنایش چیست؟ در این که اختلاف دارد. ببینین، ما بیاییم سر سایر مسائلی که در توافق نامه ذکر شده فکر کنیم، اختلافات کلش به خاطر قدرت نبوده است. چیزی است که ما سر مسائل اساسی ملی توافق کردیم، بیاییم اختلافات به خاطر قدرت یک طرف بگذاریم. امی چیزای دیگری که ما تعهد کردیم، امی را باید عملی بسازیم که به نفع هیچ کس و به ضرر هیچ کس نیست، بلکه به نفع ملت است و به ضرر ملت هم نیست. ما تا ای که بیشتر قدرت خواهی دو طرفه بروی مردم بکشانیم، ما میگیم نی، قدرت خواهی را یک طرف بگذارین، به هیچ کس هیچ چیز نتین. اگر به افغانستان چند کار شود، اصلاحات انتخاباتی صورت بگیرد در افغانستان، بله، نظام تعدیل شود در افغانستان، تذکره الکترونیکی توزیع شود در افغانستان، امی قوانین تشکیل حکومت که آمده است اینمی تثبیت شود، ما هیچ ضرورت ندارم که به جناب دکتر عبدالله یک وزیر برش باشد، یک رئیس برش باشد، یک ولی برش باشد. اینمی مسائل در آینده تمام مشکلات ما را حل می سازد. ای به هیچ کسی کدام ضرر ندارد جزی که نفع دارد به تمام مردم افغانستان. جنای دیگر از این مسئله، پشت صحنه مسئله چیز، ببینید وقتی که ما به تعهدات با یک شریک قدرت خود عمل نمی کنیم، چطور ما باورمند باشیم که سبا روز آقای حکمتیار در این نظام به خیر میآیند و ما به تعهداتی که با او کردیم پاسدار بمانیم؟ چطور دنیا باور بکنه که ما به تعهدات ملی و بین المللی خود معتقد میمانیم، پایبند میمانیم و را عملی میسازیم؟ ما دمی شب روز تلاش داریم که باید با جناهای مسلح که در برابر نظام می جنگن ما توافقات سیاسی داشته باشیم، پیمانهای سیاسی امضا کنیم. اما از یک طرف از صحبتهای شما معلوم میشه که اگر با حکمتیار صلح میشه یعنی یک جناح صلح میکنه،
که او زیر شک است اجازه با اجازه بتن خود مثلا پابند باشه. ما اشاره تا همین گونه اجازه بتن قطعا کسی که مذاکره شما گفتین که کسی که با شریک قدرت خود بله ما نتونسته مثلا وفا کنه با بله دای شک نیست که بله. اما در مذاکره با آقای حکمتیار خوشبختانه کسی که رئیس تیم مذاکره کننده است از جناح دکتر سیب عبدالله است، مولوی سیب عطاءالرحمن سلیم است، رئیس تیم مذاکره کننده است و این مذاکرات از اول تا آخر استقبال کرده و رهبری کردند و فعلا هم از مذاکرات 100% حمایت میکنیم، استقبال میکنیم. اما مفاد موافقت نامه را رئیس جمهور افغانستان باید تطبیق کنه. بنابراین این موضوع را به این خاطر یادآور شدم. در کل شما میگین اگر در طی 2 سال فرصت ها از دست داده شده، مسئولش یک جنای یعنی جنای رئیس جمهور است که بالای تعهدات خود عمل نکرد. من اینطور براتون میگم که اینطور نیست که تمام مسئولیت ما متوجه رئیس جمهور افغانستان بسازم. من اینطور بر رهبران حکومت وحدت ملی، هر کدامش که صلاحیت تطبیق اینمی توافق نامه به دستشان بود مسئولیت دارن پیش ملت افغانستان، باید پاسخگو مردم افغانستان باشن. من یک عرض براتون میکنم، ببینین ما یک حکومت توافقی داشتیم یا حکومت وحدت ملی داشتیم، ما یک توافق نامه را امضا کردیم، درست است؟ ببین وقتی که یک توافق نامه را ما امضا کردیم چاره نداریم جز اینکه تطبیقش بکنیم. تا امروز ما از جنای ارک یک بار هم نام توافق نامی سیاسی رو نشنیدیم. معنیش چیست؟ خودتان بگوین. بله. دوم اجازه بتین ببینین، ما ای تو براتان بگویم که رهبران یک رهبر سیاسی زمانی که چیزی را خوش نداره نباید امضا بکند. زمانی که باز امضا میکنه در پای یک امر، او چه خوشش بیاید چه نبیاید ملزم است باید عملی شود. تشکر مولانا صاحب، خدمت شما برمیگردم. عرضم بازم در آخر کلمه خدمت تمیز که ما اینطور براتون میگیم که باید رهبرای افغانستان امروز کاری میکردن، که ما هیچ نوع سوال بالای پارلمان محترم افغانستان نمیداشتیم. امروز در این میز شما بارا مردم یادآور میشن که غفلت رهبرای سیاسی، رهبرای افغانستان در تطبیق توافقنامه سیاسی باعث ازی شد که حتی پارلمان ما مشروعیت زیر سوال برای خودش. تشکر مولانا صاحب، برمیگردم به مسائل دیگه شما ان شاء الله. رهبران مسئولیت دارن. تشکر دکتر فیضی. تی باندې باسو چې دوه کلونو کې فرصتونه له لاسه ورکړل شوي دي. خو مولانا صاحب ډېر په دې باور دی چې وایي سیاسي توافقنامه کې چې کوم موارد امضا شوي وو، یو اړخ یعنی چې رئیس جمهور د افغانستان دی ورباندې عمل نه دی کړی په دوه کلونو کې، ځکه اختلافات ورباندې ادامه درلودې او د دوی په اند باندې چې دا اختلافات شخصي هم نه وو، ملي دي او توافق هم شوی و باید عمل پرې شوی وای. بسم الله الرحمن الرحیم. بختیار صاحب تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته او ګرانو لیدونکو ته سلام او نیک هیلې. سلام علیکم. اصلا زه خپله دغه توافقنامه د افغانستان د قوانینو د مور سره چې هغه د افغانستان د اساسي قانون دغه سره په ټکر کې بولم، خپله دا توافقنامه هیڅ نوه توجیه نه لري چې د هغه د تطبیق لپاره زمینه مساعد وي. څنګه کوی سو چې مونږ یو دوه یا درې پنیز توافقنامه د افغانستان د مکمل پلاتفارم سره چې هغه په راس کې اساسي قانون ده او ورپسې نور قوانین د هغه څخه مشتق دي هغه مونږ تطبیق کړو؟ اصلا ممکن نه ده، منطقي دا شی ممکن نه ده. خو یوه معقوله ده وایي چې د بد او د بدتر ترمنځ انتخاب به څه وي، خو مجبور چې وایي چې بد به انتخاب کړو. یعنې مونږ په داسې یو حالت کې نه یو چې د ښه او بد ترمنځ مونږ انتخاب ولرو، مونږ د بد او د بدتر ترمنځ بد انتخاب وو. رابسو دې ته چې دا مشکلات څنګه رامنځته شول، مخکې هم په دې باندې مونږ بحث کړی. د ښې حکومتولۍ لپاره څو فکټورونه او څو اصلونه دي چې په راس کې ډیموکراسي ده، او کله چې مونږ وغواړو ډیموکراسي تطبیق کړو باید ښه انتخابات ولرو. د ښې انتخاباتو د تطبیق لپاره څنګه چې مخکې مولانا صاحب وویل، د تذکرې ویش ته همداسې نور مسایل دي، ټول دغه لپاره باید زمینه سازي وسي تر څو د افغانستان خلک که واقعا ډیموکراسي وي تصمیم ونیسي چې څوک د افغانستان رئیس جمهور او څوک د افغانستان خلک څوک انتخابوي چې د دوی په راس کې وي او د افغانستان رئیس جمهور وسي. کله چې دا مسایل
چې دا متاسفانه د مخکې حکومت هغه منفي میراث د دې حکومت ته پاتې و چې دا باید پخوا سي وای متاسفانه چې ونه سول اوس همدغه فرصتونه ورځ تر بلې موږ بیا له لاسه ورکوو دوام ورکوم لنډه دمانې سو بیرته تاسو سره بس دوام ورکوو ته لنډه دمې وروسته بیرته راګرځم یو حدیث شریف ته ډېر مشهور حدیث شریف ته چې لا یلدغ المؤمن من جهر واحد مرتين هیڅ مؤمن مسلمان لیو سری څخه دوه وار نه چل کیږي بختیار صاحب د افغانستان خلک تیکه تیکه سول برباد سول او په دې باندې باید بحث وسی چې دغه بربادی ته د افغانستان خلک چا کینول راځي چې د خشخاص او د خلکو د تاریخ مطالعه کو د تاریخ ولې موږ له پامه غورځولای آیا تاریخ دې لپاره د کتابونو په ټکو یا دې لپاره چې دغه پر اساس موږ قضاوت وکړو خل بد توپیر کو او دغه نه استفاده وکړو متاسفانه مونږ قضاوت د حق پر بنسټ نه ده کچیر زمونږ فرد فرد د حق پر بنسټ نه د شخصي منافع او مفادات پر اساس هیڅ کله به مونږ د دې مسایل د حل لپاره د لارو ورکنه کو چې یو طرف ته کشکو او بل طرف ته کشکو په دې خاطر چې زمونږ شخصي منافع د ملي منافع څخه مونږ ته متاسفانه بدبختانه ډاکټر کتم تاسو اشاره وکړه چې سیاسي توافقنامه چې د دواړو مشرانو ترمنځ لاسلیک شوی دی عملي کول ناممکنه ده ځکه چې د اساسي قانون سره په ټکر کې دی همو مولانا صاحب مخکې اشاره وکړه چې پرته د دې چې دغه سیاسي توافقنامه عملي شي او پلی شي بل هیڅ لار نه لري د ملي وحدت حکومت مشران یا حکومت چې په هغه باندې عمل وکړي ځکه دوی تعهد کړی چې پر دې بنسټ باندې حکومت جوړ شوی دی ښه زه اوس تاسو ته پوښتنه کوم چې تاسو اساسي قانون منئ که توافقنامه خو د ملي وحدت حکومت مشران یا دوی وایي چې موږ سیاسي توافقنامه منو ډیره ښه ده نو آیا سیاسي توافقنامه هغومره موارد په ځان کې لري چې د افغانستان د حکومتوالۍ لپاره زمینه سازي وکړي اصلا ممکن نه ده دا دوه سره په ټکر کې دي تر څو د لپاره د حل لار پیدا نه وي هیڅ کله ممکن د اختلافات په دوام لري او تر هغه پورې به دوام لري تر څو د لپاره اساسي د حل لار پیدا نه شي یو د حکومت ایجاد دی د حکومت ایجاد ویل کېږي چې په حقوقي لحاظ باندې قانونیت نه لري خو کله چې خلکو منه مشروعیت یې نه لري او بل سیاسي توافقنامه ده سیاسي توافقنامه کې هغه اختلافات چې په تیر دوه کلونو کې د ملي وحدت حکومت مشران ور باندې درلودل ویل کېږي چې د سیموارت په کې نشه چې اساسي قانون سره په ټکر کې وي د تذکیرو ویش ده د لوی جرګې د راځي چې په دې وغه کې بختیار صاحب خپل د اجرایي ریاست پوسټ د قانون په کوم ځای کې ځای لري محکمه ول چې قانونیت نه لري یعنی مشروعیت چې خلک منی لري اما قانونیت نه لري دا یو لار جوړول دي د لپاره چې دغه د بحران حل سي مګر هیڅ نو توجیه نه لري متاسفانه باید وایو خو راځي د باندې بحث وکړو چې څنګه کوي سو دغه اختلافات نه مونږ ګټه واخلو اختلافات ډیر خدي ډیر واره د اختلافات د دله لپاره چې مونږ غوښنه زده کړو او په آینده کې د هغنه د غول نتایج څخه مثبت استفاده وکړو ډیره ښه ده مګر کچېر اختلافات د دله لپاره وي چې څوک خپل دغه شخصي یا تنظیمي یا د نور منافع تحمل کی د ملت په وګ باندې بار کی دا واقعا فاجعه ده بل مننه کوم ډاکټر صاحب ته ګرځم ان شاء الله نور مسایل باندې بحث کوم بجن صاحب یک موضوع کې شمار به باور سن کې تای دو سال گذشته فرصت خوب به رهبران حکومت وحدت ملی به این خاطر بود که گروه های سیاسی یا گروه هایی که به شکل اپوزیسیون عمل میکنن اینا نمیخواستن قدر انتقاد کنن یا اینا هم متوجه کارکرد از اینا بودن حالا که چند روز بعد دو ساله میشه حکومت و با باور از اینا که مشروعیت حکومت زیر سوال میره شاید انتقادات و فشارهای سیاسی بالای رهبران حکومت وحدت ملی زیاد شوه شاید فرصت های زیادی را اینا از دست بدن و یعنی او چانس نداشته باشن خب این به نظر می تبصره دیگه ایجاب نمیکنه که به لحاظ قانونی خود این نظام مشروعیت نداره ما در روز اول گفته بودیم با آقای عبدالله با آقای غنی که شما میتونین مشروعیت کسب بکنین البته با متوسل شدن به اقداماتی که مردم افغانستان از شما انتظار داره ولی متاسفانه اینا که اراده و نیت این کار نداشتن هیچ گونه دلچسپی برایشان حرفای ما و برخی از آدرس‌های دیگر نداشت واقعیت مسئله این است که تکمیل زمان دو سال دیگر ما را وامی داره که ما وارد اقدامات
شویم برای حفاظت از سرنوشت ما، برای حفاظت از کشور ما. ما در وضعیت بسیار بدی قرار داریم. هنوز در اینجا گروه های مزدور به شدت فعالیت میکنه، هنوز در اینجا تاراجگرها به شدت فعال هستند، هنوز نگاه های شوم و پلید پاکستان، ایران و برخی آدرس های دیگه متبارز است در زندگی ما. و آقای غنی و آقای عبدالام اثبات کردند که بسیار در امر اجرای مکلفیت هایشان بسیار اراده و صداقت از اینا متاسفانه وانمود نشد. چیزهایی که گفته میشه برای بیکارگی ماموران توجیهات ارائه میشه، بحثی که ما پیش میبریم این گونه نیست. ما نه به زبان کس سیل میکنیم، نه به ولایت کس، نه به سمت کس. وقتی گپ میزنیم بحث ما مردم افغانستان است. ببینید این گونه توجیهات که اگر آقای غنی با پاکستان مذاکره نمی کرد این کار کرده نمی تانست بسیار معنادار نیست. ما پاکستان بالای 65 سال است می شناسیم. ای خوی نبود که آقای غنی 4 جلسه را گرفت با پاکستان، باز پاکستان شناخت و پاکستان به جهان معرفی کرد. بایی بس که شما پیشتر اشاره کردین که 2 حکومت پوره میشه اگر ما دست به کار نشیم افغانستان به طرف تباهی میره. اگر شما دست به کار شوین چگونه افغانستان از تباهی نجات خواهد دادین و چی خواهد آوردین مثلا؟ ببینید بحث ما بسیار زیاد روشن است. ما همیال مشغول و مصروف مشوره و رایزنی با نخبگان افغانستان هستیم، اینه در سطح کشور، نه با آنهایی که با قدرت به شیوه انحصاری در 14 سال برخورد کردند و محصول حضورشان در قدرت بدبختی است که امروز مردم افغانستان با او مواجه است. بحث ما انسجام مردم افغانستان است و از طریق انسجام مردم افغانستان پرداختن به یک تصمیم واقعا مدنی، دموکراتیک و طرف اراده و تایید مردم افغانستان. راه دیگه ما نداریم. خارجی ها بر زندگی ما فکر نمی کنن. اونا بر اهداف خودشان، حاصل از این حرکت مدنی و انسجام مردم چی خواهد بود یا هدف چی است؟ احتمالا ما ناگزیر باشیم برای متوقف ساختن حضور آقای غنی و عبدالله و دار و دسته هایشان در رأس قدرت. چرا تجربه اثبات کرد که ادامه حضور اینا با آنچه که ما در 2 تجربه کردیم باعث بدبختی بیشتر، مشکلات بیشتر، فقر بیشتر و ده ها مصیبت بیشتر میشه. متوقف ساختن از اینا ببینید نظام دموکراتیک است. نظام دموکراتیک است، اصل بر رأی مردم است. دیروز مردم به اینا رأی دادن به هر دلیلی که بود، باز تکرارن تبصره نمی کنیم. امروز مردم این حق باید داشته باشن که اینا را سلب اعتماد بکنن. ما مثلا روی میکانیزم های مختلف مشوره داریم، کار میکنیم. البته اگر مردم موافقت کردن، ایجاد حکومت موقت میتونه یکی از گزینه ها باشه و در غیر از او انسجام مردم خودش فاکتور فشار میتونه باشه بر ماموران تنبل. هیچ گونه دلسوزی، هیچ گونه ترحم نسبت به این کشور و نسبت به مردم این کشور نداره. یعنی در قدم نخست احتمالا مردم افغانستان خواهان یک حکومت موقت برای رفتن به یک نظام واقعا مردم سالار، ولی با عملکرد کاملا مدنی، کاملا دموکراتیک، کاملا شفاف و قانونی، نه فارغ از هر نوع خشونت. ما بحث دومیش بحث وارد کردن فشار، البته اینا را به عنوان یک اجبار پذیرفتن و فشار وارد کردن بر اینا که دیگه برادر یه طور نمیشه که هر کی در کمپاین تو زنده باد و مرده باد گفت، اگه او کارتونی ساز باشه، اگه او برقی باشه، اگر او هر کاری که باشه، او باید وزیرم شوه، او باید وکیلم شوه و این وطن بیشتر غرق در بدبختی شوه. یعنی جلو خودکامگی ها و بدماشی های اینا باید گرفته شوه. راه و چاره دیگری وجود نداره. این دلایلی که ما دستاورد داریم، هیچ چیزی نیست دستاورد برادر. در کجا دستاورد است؟ چیزی که مسئول اجماع جهانی است شما رو به آقای غنی ربط ندین، چیزی که مربوط به اجماع منطقه‌ای است او را به آقای عبدالله ربط ندین،
چیزی که در خصوص پاکستان صورت میگیره ای از برکت آقای غنی و عبدالله نیست. برادر، پاکستان امروز جهان شناخت، جهان به عنوان یک آدرس وحشتناک به اون نگاه میکنه، اجماع جهانی پاکستان منزوی ساخت. کدام قهرمانی آقای غنی و عبدالله را ما ندیدیم؟ البته در این چهار روز پسین یک دو کلمه گپی را که زده فکر کوي چې دا اختلافات په دې دوه کلو کې د دې لامل شوی دی چې اوس بیژن صاحب وینا باندې خلک نور نشي کولی چې دا حکومت وزغمي او خلک به منسجم شي او نور به د دوی د واک یا د دوی د قدرت د دوام مخه ونیسي. دا ارمني خبرې خو ډېر اسان دي، هر څوک ډېر اسان ویلی شي. دا خلک څوک دي؟ دا خلک څونه منسجم شوي دي؟ دا خلک چې ځان ډېر فکر کوي چې موږ دا کار کولی شو، دوی خپل د ګذشته ته وګوري چې په تېره کې څه وکړل، د دې کوم لاسته راوړنې دي، خلک څونه پیژني، اصلا په خلکو کې څونه محبوبیت لري. خلک د هغه څه چپ سي ګرځي چې هغه په اجتماع کې محبوبیت لري، خلک یې وپیژني، خلکو ته یو کار کړی وسي. زه فکر کوم چې د سره یو بحران جوړول یا ګویا کودتا کول یا انقلاب کول، دې ته فکر کوم چې عام انرژي په کار ده، عام واقعا یو انسجام په کار ده. چې زه فکر نه کوم په دې خلکو کې زه دا انسجام وګورم او دا قدرت په دې کې وګورم. کله کله خلک ډېر ارمني خبرې کوي، هغه پریش خپل ارمانونو سره تخیلي ژوند کوي. یعنی زه څه کوم؟ د سره بیا زه بل انتخابات کوم، رضا ښایي لارې وښیه په کوم قانون باندې بېرته سر انتخاب کوي. زه موقت حکومت جوړوم، څه رقم جوړوي حکومت؟ موقت قانون په اساس جوړوي که خپل زړه دې کېږي چې موقت حکومت جوړ کړي. آیا د اساسي قانون په کوم ماده کې ویل شوي دي چې هر وخت ملت وغوښته سر حکومتونه موقتي بیا یې عبوري جوړوي، انتقالي جوړوي، هر چیز رو وشي؟ ګوري هر شی چې کوي د قانون په اساس وکړي. یا منل شوی اساسي قانون لري، همغې کې ویل کېږي چې انتخابات کېږي او د انتخاباتو ملغا کول د اشخاصو په لاس کې نه دی. ته څه رقم د حکومت موقت جوړوي؟ دا چیرې تقاضا کوي؟ جامع جهانی ته تزه عریضه کوي چې ورور زه غواړم از مات شوق راغلی چې سره حکومت موقت شي. دا خبرې خو ټولې اساس قانوني اساس نه لري. په هیڅ صورت باندې یو فرد نشي کولای چې د ملت په نمایندګۍ باندې وغږېږي. دا چې کوم چیرې موږ ولیدل چې یو لوی انقلاب په افغانستان کې دی، د بدخشان نه د هراته پورې خلکو خزیدلی دي، بل دقیق کېدلی شي سړی دا رقم خبرې وکړي. او دواړه مشران خپل دوه کلونه په اختلافاتو کې تیر کړي او باقي درې کاله په دې ډول تیر کړي، خلک به دا تحمل ولري؟ حتی دا اختلافات په زمانم چې شته دي، دا اختلافات موجود دي، بل چې دوه مختلفه تیمه یو ځای شوي دي. په هر ائتلافي یا مشترک حکومت کې دا رقم اختلافات شته. اما دا چې زه بدون د قانون زه سبا غواړم چې دوه کاله پوره شي زه موقت حکومت اعلانوم، په کوم اساس باندې اعلانوي؟ څوک د شاته درېږي؟ کوم خپله پوهېږي چې د هر انتخابات زموږ څوک چې بین المللي ټولنه ورته پیسې ورنکړي خپل انتخابات نشي سرته رسولی. زموږ هر سرک چې جوړېږي څوک چې فنډ ورته پیدا نشي څوک سرک خپل نشي جوړولی. په داسې یو مملکت کې ژوند کوي او خوبونه د امریکا ګوري، دا امکان نه لري. مملکت دی، احتیاج مملکت دی، او دغه چې جوړ شوی دی د بهرنیو په کومک په اساس باندې جوړ شوی. زموږ تقریبا د څو انتخاباتو چې ټولو د بهرنیو پیسو باندې جوړ شوی دی. موږ دا ټول شیان چې ځي مملکت مخکې ځي، موږ بېرته د سره ځو 15 کاله مخکې موقت حکومت اعلانو. دا خو هېڅ اساس نه لري. صحیح دی انتقاد دی کوه، په ځای انتقاد دی کوه، او وخت چې هغه ناخوالې دي د مدني حرکت په اساس باندې کول حق د حکومت د ملت دی چې مدني حرکت کوي. یو ګروپ ټولیږي وایي چې دغه کار د حکومت غلط دی او موږ دغه کارونه غواړو. دا یو مدني حرکت دی. او دا چې زه رژیم ته تغییر ورکوم د سره موقت حکومت جوړوم، دا فکر کوم چې نه قانوني بنسټ لري او نه اجتماعي بنسټ لري او نه څوک کولی شي دا خبرې دي چې خوشي دي. او انتقاد مدني حرکتونه دستا حق دی چې قانون دته درکړي، د قانون استفاده وکړه، د حق نه دی استفاده وکړه، غږ دې پورته کړه چې حق دې غږ واوري. زه وایم چې هغه ارمانونه چې هغه وعدې چې په انتخاباتو کې دواړو ټیمو ورکړي، متاسفانه دغه کشمکشو د لحاظه د خپل وعدو ته ونه رسېدل. اما دا معنا د دې نه لري چې دوی اصلا هېڅ ونه غوښتل چې دې وعدو ته ورکړي. د دواړو ټیمو کار وکړو، که څه اجرایي ریاست دی، که څه جمهوري ریاست دی. زه فکر کوم شخص رئیس جمهور اقلا د ورځې 3 ساعت کار کوي، چې زه د دې نه څوک سترګې نه شي پټولی. مطمئنه چې ډاکټر عبدالله هم خپل په ریاست کې خپل کارونه کوي. دا معنا د دې نه لري چې دوی نه غوښتل
اما متاسفانه ستا دښمن دونه قوي دی تانه چې تانه پرې دي چې تخپل غوښتنه ته ورسیږي. دلته ته غواړي چې اقتصادي پروژې مخته یسي، هلته هغه اقتصادي پروژو د مخته وړلو د دې دپاره چې مخنیوی وکړي، د دې دپاره تا ته یو بله معضله جوړوي، تا ته دښمن تقویه کوي، تا ته تروریزم رالیږي، تا ته نوي جنګونه جوړوي، تا ته داعش را پیدا کوي. دا هغه کارونه دي چې غیر مترقه. آیا هغه وخت چې انتخابات شو تاسې د داعش نه کوم اثر په افغانستان کې درلوده؟ نه م درلوده. دا هغه پدیدې دي چې تا ته جوړوي څو چې ستا د پیشرفت سبب وګرځي. او دا هم په منځ کې داسې خلک اشخاص چې مطمئن متاسفانه چې د افغانستان استخباراتي دستګاه یا خاموشه ده یا نه پیږي. موږ اوس هم داسې رهبران لرو چې دوی بل ځای نه وبسکي، هغوی د هغه ځای په اشارو باندې موږ باندې امرونه کوي، د نور ځای په اشارو باندې. تاسې د دې جوابونه ولټوئ چې د کوم ځای نه دوی ته رسیدونه رسیږي، د دې اکاونټونه څوک نه چي کوي. دا خل شته په افغانستان کې، د هغه خل دی چې د هر حرکت مخه نیسي. زه هیڅ مخالفت دې نه یم چې یو مدني حرکت وشي، خلک پرې غوښتنه وکړي، اما زه دا چاته حق نه ورکوم چې زه غواړم چې حکومت تغییر وکړي. سبا دو کال چې پوره شي زه بل حکومت اعلانوم. مننه کومه ډاکټر صاحب، انشاءالله که په وخت پات شو بیرته ګرځم. مننه کومه. بس همی خواهم همین گونه جنبندی کنیم که اختلافاتی که دو رهبر حکومت وحدت ملی به او اشاره میشه که داشتن، چقدرش فکر میکنید که حل شده است یا در حال حل شدن است؟ من یک موضوعی را قبل از جواب شما سرش میان ببینین. دوستا گفتن که مذاکره با پاکستان، چرا ما پاکستان رو میشناختیم؟ بیاین مذاکره با پاکستان نمیکنیم، بفرمایین با پاکستان ما میریم به یک جنگ مستقیم. با پاکستان می جنگیم، با چه امکاناتی می جنگیم؟ ببینین امروز دنیا دنیای مذاکره و گفتگوست. اقلا حکومت وحدت ملی با تمام کمی و کاستی که داشت یک اتمام حجت به دنیا شد که پاکستان کسی نیست که طرف گفتگو باشد. پاکستان کسی نیست که از راه مذاکره آدم بتانه مشکل با پاکستان حل بسازه. پاکستان اهداف دارد، وای پاکستان از طریق وارد شدن فشار اعظمی بالایش تمکین کند در برابر خواستای مشروع مردم افغانستان. از نظر ما اگر مذاکره نمیشد، فکر کنم رای دیگری که جنگ بوده باشه. ما 40 سال شده با پاکستان در جنگ هستیم اما نتیجه نداشتیم. اما فعلا که موقف قاطع گرفتیم، من طرفدار موقف رئیس جمهور افغانستان هستم در برابر همچی یک انسانی که یک دولتی که به اصطلاح تقریبا یاغی در برابر جامعه جهانی وقتی که راه گفتگو بسته شد، باید یک موقف واضح داشته باشیم که پاکستان کسی نیست که با او گفتگو شود. از نظر ما گفتگو کار درست بود. یک موضوعی که دوستا گفتن، ریاست اجرایی مشروعیت قانونی نداره. ما نباید حکومت فعلی افغانستان به نام دولت وحدت ملی به عنوان یک جز فکر کنیم، بگوییم یک جزش مشروع است یک جزش مشروع نیست. کلی ما میفهمیم که این دو بزرگوار هیچ کدامش بر اساس قانون اساسی افغانستان در جایگاه خود قرار نگرفتین. واضح است. و بالا از این زیاد تبصره شد، تقریبا شش ماه دو سال شده است که صحبت شده است. به طرف جزئیات از این نباید برویم. ام اختلافاتی که اشاره میشه چقدرش حل شده؟ چیزی که من میفهمم همین است که یک فرمان تقنینی به خاطر بررسی و یا اصلاحات در قانون انتخابات روی دست است. سر تذکره هم کار جریان دارد. از نظر من بسیار ناوقت است. باید ما در این دو سال تمام این مسائل یک طرف می داشتیم، طرف کارهای اساسی خود می رفتیم. بازم از این که حکومت موقت بیاید اجازه دوام می تم بعد از وقفی کوتاه. در لند دمی روز خبر تا دوام برکن. بفرمایید مولانا صاحب. ببینین با هم از این که احترام برشان دارم و فکر خارجی زدایی دارن، یعنی نسبت به ما هم که بیشتر خارجی زدایی هستن، دشمن هستن که امریکا نباشه، فلان نباشه، احمد محمود نباشن. بفرماین که امی حکومتی که میخوان اینا جور کنن تا زمانی که جامعه جهانی صحه نگذارد بالای ازی، این حکومت کی تمویل میکنه؟ این حکومت که آشه باتی اردوی ازیره میته؟ معاش مامورین این حکومت کی میته؟ در یک نظام هرج مرج ما سالا تجربه کردیم، دیدیم دستاورد افغانستان چی بود. ما خواستم از دوستایی که بله ما با ایشان موافق هستم انسجام مدنی را ایجاد بکنن بالای رهبرای حکومت، نه در این زمان، تا که یک دموکراسی است باید فشار بالای حکومت باشد. باید رهبرای حکومت فشار ببینن، تن به تن برای خدمتگذاری به مردم تمکین کنن در برابر خواست مردم. متاسفانه ما اموتر یک رهبر کاریزماتیکی که می داشتیم و مردم بر مردم افغانستان محور می شد، به خاطر حق مردم مبارزه می کرد و
واقعاً مام یک از جمله کسایی بودم شاید عسکر حکومت می بودم. یک نکته را براتون عرض می‌کنم. تشکر بسیار کوتاه وقت دکتر فیضی بله. زمانی که آقای کرزی هم رئیس جمهور افغانستان بودن فکر کنم که ما و بیژن بیشتر به ارتباط از هم شخصیت‌های خدمتگار بیان شخصیت‌های عادل بیان جاسوس نباشن یا حکومتی تو ما 15 سال 16 سال شده بالای همچی حکومت‌ها انتقاد کردیم. اما ما اینطور براتون میگم که کار خوب و حکومت خوب است، کار بدش هم با انگشت پد کردن نمیتونیم میگیم بد است. اگر ما یکسره انتقاد میکنیم خدای نخواسته نشود مردم فکر کنند که به شخص از یا چیز نرسیده. اما کمپینرها گفتین، ما یک از کمپینرها جناب دکتر صدراستم به شما معلوم است و نزدیکم هستم برشان الیاز روابط شخصی ولاگه هیچ وظیفه داشته باشه. تشکر مولانا صاحب، سلامت باشین. دکتر فیضی، بحث هست جنبندی کو چه دو کلونو که چه پر دول بندیو فکر کوئی چه وز دی ملی وحدت حکومت مشران با تر سخت فشار لنده راشی، زکا دو کلونو که خلق منتظر چه دا سیاسی توافقنامه دو کلونو که دا جرگه جوریگی از این دل هم پا دی تمه و چه پا جرگه که دی شی پیخی و بل حالت را منسته که چه دوی راشی وقت و رسی دا حکومت بیخی و نمانی وز ها حالت بنی بی ویلکی که چه فشارونه با دوی بند زیاد شی. بختیار صاحب، زه فکر کوم چې هغه وخت تر سوای افغانستان خلک خوشبختانه ډیر آگاه دي په څه باندې پوهیږي او دا خوب لیدل هم یو حد لري، نه په حد باندې چې ټول هر څه موږ د خوب یو چوکاټ کې وګورو حسن دا ممکن نه ده او دا باید بېځایه تشویشونه باید ایجاد نه کړو. خلک هم په دې باندې پوه دي چې دغه دوه کالو کې دغه حکومت کافي لاسته راوړنې لري. د افغانستان ترانزیتي لار ده، زموږ احتیاج دغه پاکستان د سیاسي فشار چې په موږ باندې همیش استعمالول، زموږ حتی میوې نه پرېښودل یو ګټه ترې اخیستل، داسې نور مسایل دي حتی د پاکستان یعنی دنیا ته معرفي کول یو انزوات دا ټول هغه لاسته راوړنې دي چې دننه موږ سترګې نشو پټولی. نو انشاءالله که دوی په همدغه شکل دوام ورکړي زه په دې ډېر باور یم چې لا به نورې هم لاسته راوړنې ولري. او دردنه مهمه خبره دا ده چې دوی باید ټول هغه کارونه باید وکړي تر څو په آینده انتخاباتو کې له داسې مشکلاتو سره موږ مخامخ نه شو، که څه هغه د تذکرې ویشته که سرشمېرنه ده، نور ټول هغه مسایل باید دلته سر ته ورسیږي تر څو دغه مشکلات دغه اختلافات او دغه تاریخ تکرار. یعنی په مجموع کې فکر کوئ چې د دوی لپاره بیا هم یو فرصت مساعد دی په پاتې وخت کې؟ همدغه ټول نه حیاتي مهم او طلایي فرصت ده چې د افغانستان خلک له داسې سرګردانیو څخه باید خلاص کړي، صحیح انتخابات ته باید زمینه مساعد شي چې د خلکو په رایه یو حکومت جوړ شي. مننه کوم، بسیار کوتاه چون وخت پوره است. ما فقط دقیقه میخواستم بگویم چیزی را که دوستان ما گفتن، او برای یک نظام توتالیتر، یک نظام کودتایی انقلابی درست است. نظام های دموکراتیک بزرگترین قاعده و بزرگترین قانون تصمیم مردم است. ما گفتیم که مردم افغانستان منسجم شوه تصمیم بگیره. اگر مردم تصمیم بگیره که اینها متوقف، اینها ماموران تنبل هستند، کار نمیکنن، او اصل قانون است. ما فقط پیشنهاد این را میکنم که امو تعریف واقعی نظام دموکراتیک و جایگاه مردم دوستان ما بفهمند، هیچ چیزی در تناقض با قانون نیست. تشکر ډیر مننه کوم ساس ټول چې په دې باس کې ګډون وکړ کور مودان ستاسو دونکو نه مننه کوم چې ملتیا مو کړ. تر بیا خدای پامه.